خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیانا را. بدانید که من از نسل داوود و سلیمان هستم. خداوند زمام امور کشور را به دست من سپرده است. آنان که وضعیت موجود را زیر سوال میبرند کافرانی هستند که میخواهند ایمان شما را سست کنند. دوستان، این را نباید فراموش کرد که برای حفظ تواضع ملی و نظم عمومی بد نیست که ملت اندکی لاغر و استخوانی شوند. آیا قحطی به این امر کمک نمی کند؟ مذهب ما مقرر می دارد که نیمی از سال را روزه بگیریم و احکام شریعت می گوید هر که روزش را شکست مرتکب گناه کبیره شده و بوی گند دوزخ خواهد گرفت. اما ملتی که شکمشان سیر باشد عصیانگر می شوند و طغیان می کنند. آیا با وجود همه اینها قحطی برای ملت مفید نیست؟ دولت‌های اروپایی جار و جنجال را انداختند که در اینجا مردم گرسنه‌اند. بله، با افتخار می گوییم که ملت ما خودشان این را انتخاب کردند و پذیرفتند که اینگونه از گناه دور باشند. اینا بخشی از سخنای هایله سلاسی، دیکتاتور و پادشاه اتیوپی بود. اون خودش رو برگزیده خدا میدونست، مسیحی بود و به همین دلیل اونو مسیح موعود، خدای زنده، امپراتور دوران و پرچمدار وحدت افریقا میخوندند. میدونم حرفاش خیلی براتون آشنا بود. خاصیت، دیالوگ و رفتار همه نظامهای دیکتاتوری و توتالیتر همینطوره و قسمت جذاب ماجرا شبیه بودن پایان همه اوناست. هانا آرنت توی کتاب ریشه های توتالیتاریسم میگه نظام های توتالیتر در طول حیات خودشون سه فاز مختلف دارن. تو فاز اول اکثریت مردم سرمست از ایدئولوژی به دنبال رهبرانشون راه میافتن، انگار بهشت گم شده خودشون رو پیدا کردن. ایدئولوژی رو دربست قبول میکنن و خواهان کوچکترین تغییری در اون نیستند. تو فاز دوم واقعیت چهره خودش رو نشون میده و هیچ کدوم از وعده های فریبنده رهبران تحقق پیدا نمیکنه. مردم از نظام دلزده و مایوس میشن و گروهی به فکر اصلاحات میفتن، اما به دلایل بسیار از جمله اینکه اصول ایدئولوژی رو نمیشه تغییر داد، اصلاحات راه به جایی نمیبره. فاز سوم فاز نهایی نظام‌های توتالیتره. توی این فاز متولیان تمامیت‌خواه از خشونت اوریان استفاده میکنن. از بین همکاران سابق هر کسی رو که با اونها کوچکترین زاویه‌ای داشته باشه از دایره خودی‌ها حذف میکنن. تصفیه های گسترده آغاز میشه و دایره خودی ها تنگتر و تنگتر و ناکارآمدی ها عمیقتر و تعداد مخالفان بیشتر و بیشتر میشه و نهایتا سیل اعتراضات میاد و همه چیزو با خودش میبره. چه نوروزی بشه نوروز امسال، مخصوصا با قضای مخصوصش. لطفا مراقب خودتون باشید. دلتون شاد، لبتون خندون.